سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. خانم الیکا عبدالرزاقی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، به کتاب باز خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. ممنون که من دعوت کردین. ارادتمندم. ممنون که شما تشریف آوردین. ممنونم از شما. امین حالش چطوره؟ امین عالی، خیلی خوب، خیلی. همه بیننده های ما میدونن، ولی برای یک عده خیلی 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 قلیلی که ممکنه ندونن بگم که سرکار خانم الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی عزیز با هم زوج هستن، زن و شوهر هستن. کدومتون بیشتر کتاب میخونید؟ والا میشه گفت من وقت آزاد بیشتری دارم برای مطالعه کردن. امین یه خورده سر شلوغ‌تری داره، ولی خب کتابخانی چیز رفته، سرعت رفته فکر میکنم، چون خیلی سریع کتاب میخونه. من خیلی کندم تو کتاب خوندم. آره همین، چون که اگه شما بیشتر میخونین، میدونم که امین خیلی کتاب خونه و خیلی میخونه. پس شما دیگه خیلی خیلی کتاب خونه. نه اتفاقا من خیلی خیلی کتاب خون نیستم. من فکر می‌کنم خیلی کند. مثلا من الان یک کتابی رو بخوام شروع بکنم، یهو 10 روز طول میکشه تا تمومش بکنم. ولی امین واقعا میشینه پاش یهو تو 2 ساعت کتاب میخونه، میبنده. خانم رهرو نیست که گه تند و گهی خسته رود. این خیلی خوب. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. پس من اوزان بهتره. بله بله. از چه سن و سالی به کتاب خواندن علاقه مند شدی؟ من واقعیتش اینه که از کودکی، خب من مامان کتابخونی دارم، پدر کتابخونی داشتم و خب خیلی در خانواده موضوع کتاب موضوع مهمی بود. مخصوصا اینکه خب دایی من نویسنده هست، آقای محمود فلکی، و خیلی برای من همیشه خب یعنی از یه خانواده کاملا فرهنگی بودی. بله، و افق من در کودکی رسیدن به یک موقعیتی مثل ایشون بوده و کتاب برای من خیلی مهم بود. ولی میشه گفتش که مسیر خیلی خوبی برای کتابخونی پیدا نکردم، یعنی حرف گوش کن نبودم. کتابایی که برای ما می‌خریدن مثلا در کودکی، خب برای هر کسی مثلا کتاب مصور خب زیاد میخرن، اونا رو میخوندیم، ولی از کتاب خونه بزرگترامون هم کتاب برمیداشتیم میخوندیم. یعنی من یادمه که در 9 سالگی خاطرات جواهر لعل نهرو رو خوندم. چه خوب. و خب واقعا یعنی تاریخ جهان رو خوندین، 3 جلد تاریخ جهانش؟ بله. بله. و خب خیلی تا زمان خوبی نبود من فکر میکنم برای خوندن یه همچین چیزایی. حتی یه کتابی جواهر لعل نهرو داره که ویژه یک دختر 9 ساله است. عجیبه که اونو نخوندین. نامه های اونم خوندم. چرا؟ نامه هایی که برای دخترش نوشته. بله، اون نامه هایی که برای دخترش نوشته رو پدرم برام کادو خریده بود و من اونو خوندم. چه کتاب خوبیه. خیلی خیلی دارمش هنوز. آره، چون برای کسی که نوآموز میخواد جهان رو بشناسه، تاریخ رو بشناسه، انسان رو بشناسه، از زندانم اون نامه ها رو می نوشته. بله، از زندان. بله. برای دخترش که دخترش هم بعدا خودش نخست وزیر هند میشه. بله، من این ایندریا گاندی کتاب رو داشتم، اونتا امروز موقعی که میخواستم کتاب ها رو جمع کنم با خودم بیارم، به خاطراتم رجوع کردم. بعد فکر کردم اگه من کتاب های خاطراتیمو بیارم، بعد امکان داره شما کتاب ها ما ازم بگیرین. هر چی دم دست بود آوردم. من تا حالا کی کتاب من چیه میدونستم؟ نه، کتاب وقتی که کتاب خود نویسنده است، چون نویسنده ها معمولا از ناشر چند جلد از کتاب خودشونو میگیرن. بله. من اون موقع میگیرم که تازه وقتی اونم میگیرم بازم بعد برنامه بقیه میان از من. بله. خب قبلش بعد میپرسیدم. نه، کتاب شخصی رو خانم اصلا همچین جسارتی نمیکنم. آدما کتاباشونو خیلی دوست دارن. آره. خیلی به حق. دقیقا. خب داشتیم میگفتیم که با کتاب تاریخ جهان جواهر لعل نهرو در 9 سالگی شد. بله، شروع کردم. بعد همین در واقع خاطرات و نامه هاش به دخترش، اون رو خوندم و حدودا مثلا شاید بهتون میگم تو 10-11 سالگی، خب من یه برادر بزرگتر داشتم که خب اون ژول ورن میخوند، خب منم میخوندم. ماها عادت کردیم، یه در واقع توی فضایی بودیم که فکر میکردیم که یه جور احساس برتری نسبت به هم کلاسیامون که فقط قصه های خوب برای بچه های خوب میخوندن. خب پس چرا میگین مسیر اشتباه بوده؟ میگم یه احساس برتری به وجود میومد که من همش احساس میکردم من خیلی کتاب خونم، من خیلی میدونم. ولی خب باعث شد که یه فضایی برای من و حتی توی خانواده‌ام، اعضای دیگه خانواده، ایجاد بشه که فکر کنیم هر کتابی که الان چاپ میشه و مد میشه ما نباید بخونیم، در شأنمون نیست. و این
من فکر میکنم خیلی غلط بود و الان کاملا بهش که فکر میکنم میبینم من خیلی خیلی وقتا این کارو کردم. مثلا یه دوره من یادم رمان مثلا کیمیاگر، من اصلا اون کتابو نخوندم، برای اینکه اینجوری بودم که یعنی چی مد شده، همه کتاب میخونن الان دیگه این، و خیلی حس بدیه. خیلی خوبه که همه یه کتابی رو بخونن، اصلا خوندن کتاب اینقدر خجالت دارم میکشم که باورتون نمیشه. چرا؟ چون بعد اعتراف کنم این اعترافو اصلا دلم نمیخواست، ولی الان دیگه چیزه، اصلا شما بسترش فراهم کردید. منم اینجوری بودم و هنوز هم یه ذره هستم. هستین. یعنی وقتی که یه چیزی رو همه دارن میخونن فکر میکنم مقاومت. الان آره وقت نخواندنش هست. نخواندنش. در صورتی که حتما یه چیزی که خوبه که دارن اینقدر مورد استقبال آره، قرار گرفته. آره دقیقاً میدونین، من فکر میکنم البته این خصیصه بعضی آدمایی هست که مثلا تابع مد نیستن. در زندگی حتی تو لباس پوشیدنشون توی زندگیشون، خب این باعث میشه احتمالاً توی کتابم این اتفاق میفته دیگه. وقتی مد میشه مثلا اون موقع من یادم مثلا گفتم میلان کندرا، بعد من گفتم اصلا امکان نداره من حالا من بخونم. دقیقاً می‌خواستم میلان کندرا رو براتون مثال بزنم. من یه مقطعی که سرباز بودم و جنوب بودم، برای طرح 6 ماهه رفته بودم، یه روز مرخصی شهری گرفتم و اومده بودم اهواز، داشتم تو خیابونای اهواز راه می‌رفتم، گفتم کتاب بخرم که دوباره که میرم باید کتاب می‌داشتم. یه کتابی دیدم پشت ویترین، بار هستی. بار هستی، نویسنده میلان کندرا. گفتم میلان کندرا دیگه کیه؟ مترجم هرمز همایون پور، نشر گفتار. من اون موقع نه میلان کندرا رو میشناختم، نه جناب هرمز همایون پور رو، نه نشر گفتار رو. درست. به خاطر اینکه چاپ اول این کتاب تازه اومده بود، چاپ اولش، و هنوز اصلا اسمی از میلان کندرا در بازار کتاب ایران نبود، اصلا نویسنده ناشناخته بود. این اولین کاری بود که، البته اگه اشتباه نکنم آقای میرعلایی ازش کلاه کلمنتیس قبلا ترجمه کرده بودن، ولی کلاه کلمنتیس رو من نشنیده بودم. طبیعتا این اولین مواجهه بود و با این کتاب میلان کندرا تو ایران معروف شد. من چند صفحه خوندم و خیلی خوشم اومد و کتابو خریدم و رفتم خوندم. بعدن که همه داشتن بار هستی میخوندن خیلی خوشحال بودم که قبلا خوندم، ولی اگه الان بود احتمالا نمیخوندم. در صورتی که کتاب به خوبی حالا همه دارن میخونن، آدم بخونه. هم مقاومت، هم یه وقتایی من دزدکی، یعنی یواشکی، مثلا من کیمیاگر رو یواشکی خوندم. اینا از کجای وجود آدمه که با یه چیزایی بی دلیل بی منطق جبهه میگیره و مقاومت میکنه؟ مثلا یه فیلمی رو همه میگن خوبه، آدم روش نمیشه بگه من ولی این فیلمو دوست نداشتم. یه کتابی رو که همه میگن خوبه، آدم یا روش نمیشه یا میگه بذار من نخونم که اگرم میخوام بگم من دوست ندارم نگم، اقلا بگم من اینو نخوندم. دقیقا. و میدونین مثلا من یادم، خب مثلا در دوره نوجوانی، خب من فکر میکنم همه ماها حداقل کسی که همسن و سال منن، من 40 سالمه، توی دوره‌ای که در نوجوانیشون بودن، اون موقع خب خیلی کتاب مطرح بود، یعنی این شکلی نبود که الان. خب به هر حال تو نوجوانا کمتر میبینیم، خیلی سعی میکنن همه چیزو کامپکت توی یه صفحه، نهایتا 4 خط بخوان دریافت بکنن. که خیلی هم لزومن حتما بد نیست. نه الان این شکلیه، ولی ماها چون اهلش بودیم، این که مثلا شما فکر کنین مثلا من در مثلا 13-14 سالگیم خب رومن رولان میخوندم، ژان کریستوف خوندم، جان شیفته خوندم، اینا رو دوستان، تولستوی دوست داشتم میخوندم، ولی بعدها فکر کردم به این که شاید مثلا 12-13 سالگی نباید اینا رو میخوندم، بعد شاید 19-20 سالگی میخوندم، 18-19 سالگی میخوندم رومن رولانو مثلا، جان کریستوف. آره شما مثلا فرض کنیم با دنیای یک زنی آشنا بشین که تو 10-12 سالگی درکی ازش نداری، جان شیفته. یا مثلا فرض کنین جنگ و صلح بخونین در 10 سالگی، چیزی نمیدونین و همه اینا رو در واقع میشه گفت به عنوان یک قصه خوندم، نه چیزی که دریافت صحیحی شاید ازش داشته باشن. الان شما یه جوری شد که من احساس میکنم منم هی میخوام حرف بزنم، اشکالی نداره؟ خیلی کیف میکنم. آخه شما مهمانین. نه خواهش میکنم، گفتگوه. ببینین آخه مثلا یه رمانی مثل جان شیفته یا ژان کریستوف، اگه آدم بین مثلا 14-15 سالگی تا 23-24 سالگیش نخونه، اون نمیدونم چرا، ولی انگار دیگه بعد خیلی وقت برای خوندن یک رمانی به اون حجم،
یعنی من اکثر کسایی که دیدم خوندن، عده قریبی بعدها خوندن، ولی بقیه تو رنج بین 16 تا 23 4 سال انگار کتابای حجیم سنگین خیلی سن مناسبیه برای خوندنش. آره. حالا اگه خیلی تأثیرش عمیق و ماندگار شد، آدم بعدها طبیعتاً بد نیست که یه بار دیگه به کتابای مهم زندگیش برگرده. دقیقاً. و یه چیزی الان که گفتین یادم افتاد، یک آدمی خیلی تأثیر گذاشت در اون ماجرایی که گفتم که مقاومت داشتم، در واقع یک حرکت منفی از یک نفر باعث شد که این اتفاق بر من بیفته. سر یک کاری بودیم خیلی سال پیش و یک آدمی شروع کرد به این که من کتاب نمیخونم و خیلی هم دلم میخواد، شما همه تون اینجا نشستین یک کتاب دستتونه، خیلی دلم میخواد کتاب بخونم، نمیدونم چه جوری شروع کنم. من خیلی ساده شروع کردم که ببین باید با شاید داستان کوتاه، رمانای سبک شروع کنی، ذهنم نیاز به ورزش داره، اینجوری نیست که شما بتونی یه هوی رمان سنگین بخونی، مغزت کشششو نداره، آروم آروم باید برسی به اونجایی که حالا خودت تصمیم بگیری که چی بخونی و مسیر پیدا بکنی. و بعد یک عزیزی که اصلا خب مکالمه ما رو نمیشنید یهو وارد شد، خیلی اهل کتاب و خیلی هم بر من خیلی عزیز و دوست داشتنی هم هست، ولی یهو اون دوست کتاب نخونمون برگشت گفتش که مثلا 100 سال تنهایی خوبه؟ به نظرش اومد خب خیلی رمان سبکیه مارکز نوشته و اونو میتونه بخونه. خب من به عنوان کسی که تا حالا کتاب نخونده بهش گفتم که خب نه، حالا الان 100 سال تنهایی رو نخون، بیایم یه لیستی تهیه کنیم از کتابای مثلا خود ساده تر الان بخواییم معرفی کنیم برای یه کتاب ساده برای کسی که میخواد تازه مطالعه رو شروع بکنه، که پیشنهاد شما چیه؟ فکر میکنم که من پیشنهادم داستان کوتاهه کلن برای کسی که اصلا کتاب نمیخونن، چون من احساس میکنم که احتمال داره 10 صفحه بخونن و بعد دیگه نخونن، حداقل یه داستان کوتاه کامل خونده باشن. این مدت یه مجموعه داستان کوتاه خوندم، خیلی سبک و ساده و خیلی هم فان. مادر بزرگ تو از اینجا ببر فکر میکنم، یا مادر بزرگ تو از اینجا ببر، ذهنم پرید اسم نویسنده رو نمیتونم بگم، یادم میاد میشه بعدن گشت و پیدا. آره اون، یا مثلا لاتاری، داستان‌های کوتاه که بتونن که در واقع یه دریافتی حداقل ازش داشته باشن. مشکل نداره که آدم وارد یک جهان نمیشه، یعنی برای کسی که تازه میخواد خوندن رو شروع بکنه یک جهان آدم غرق میشه، با فراز و فرودهاش بالا پایین میره، درگیر ماجراها میشه. شاید اتفاقا داستان نیمه بلند یا بلند بتونه که آخه تمومش میکنن. من میخوام حداقل یه دریافتی از یه چیزی داشته باشن، یه قصه ای خونده باشن که بعد آدما آروم آروم احساس میکنن که خب دوست دارن این حجم رو هی زیاد کنن دیگه، بگه من مثلا این داستان کوتاه رو خوندم، اونو خوندم، برم یه دونه دیگه بخونم، یه دونه دیگه بخونم، تو فرصت های کوتاهی که دارن. بعد این ذهن نیاز به ورزش داره که حالا این 15 صفحه خونده، حالا پا میشه میره یه کتاب فروشی و میگه یه رمان جذاب به من معرفی کن، و خب اونجا دیگه کار کتاب فروشه که اونجا کار درست انجام بده. من قبلا اگه یکی بهم گفت که یه چیزی که برای هر سلیقه‌ای، چه کتاب خون باشه چه کتاب خون نباشه و بخواد تازه شروع بکنه، یعنی از یه کتاب خونه خیلی 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 جدی تا یه کسی که تازه میخواد علاقه‌مند بشه، قبلا همیشه زندگی در پیش روی رمانگاری رو پیشنهادم بود با ترجمه خانم لیلی گلستان. به تازگی یه کتاب دیگه هم اضافه شد که الان خیلی دارم خود اسم اون کتابم بگم، به دو علت، یکی اینکه کتاب عالیه و یکی هم الان خودتون میدونین، کتاب هکلبری فین مارک توین. بله، به نظرم برای هر سلیقه‌ای میتونه جذاب باشه و چقدر خوب که یه یادی هم از مرحوم نجف دریابندری بکنیم که مترجم این کتاب از انتشارات خارزمی، ترجمه بی‌نظیر، همه ترجمه‌هاشون بی‌نظیر بود. من فکر می‌کنم تام سایر، که البته تام سایر رو مثلا نشر چیز در آورده با ترجمه آقای کسایی پور، الان نشرش رو میگم، ولی هکلبری فین با ترجمه آقای دریابندری، من اینو به نظرم برای شروع میتونه کتابای خیلی جذابی باشه، یا برای یه کسی که حتی کتاب خونم باشه میتونه خوندنی باشه. آره، بعد بعضی خب داستان‌ها کشش ایجاد میکنه، اما یه وقتایی هم الان خوب شد که اسم آقای دریابندری عزیز رو آوردید.
مترجم خوب اینو چجوری باید فهمید؟ که من حتما باید کتابو بخونم. میدونی من الان دارم از زاویه یه آدمی میگم که اصلا کتاب نمیخونه، دوست داره بره یه کتابی بخونه، بهت پیشنهاد میکنن، میگن بیا برو فلان رمانو بخون، و رمان رو میخونی و میبینی که روش نوشته 60 تا جایزه گرفته، اینو داره اونو داره، نمیدونم همه دارن ازش تعریف میکنن، و میبینی که اصلا با رمان ارتباط برقرار نکردی. بعدن میری و سوال میکنی، بهت میگن خب تو ترجمه خوبی نخوندی. پس شما خودتون چه نشر کارنامه اینقدر کارنامه. نصف ذهنم دنبال فایل میآورد تام سایر میگشت. شما چه جوری کتاب انتخاب میکنین وقتی میخواین کتابی بخونین؟ مترجم خیلی برای من مهمه. یعنی از بین ناشر، نویسنده، طرح جلد، شروع کتاب، خلاصه کتاب، معرفی بقیه و مترجم، اولویت اولتون مترجمه؟ مترجم و خب نشری که داره این کتابو در میاره. این خیلی خیلی مؤثره. و فقط اینکه شما بدونید که خب الان شما زیاد کتاب میخونین، مترجمه خوبو میشناسین، و خیلی خوبه که به مردم هم اینو بگیم، برای اینکه خیلی وقتا سوال پیش میاد واسه خیلیا که خب این کتابو میخوام بخونم، این رمانو دارم میخونم، یا نمیدونم مترجم خوب کیه، نمیدونم کدوم نشر رو باید دنبال بکنم. در واقع هر آنچه که در واقع تبلیغ زیادی روی کتابش میکنه، یا مثلا جاهای مختلفی شما در حال فضای مجازی میبینید رو مردم دنبال میکنن، نه اینکه خودشون برن بگردن و نشر خوب پیدا کنن، یا ما اصلا بدونیم که نشر خوب اصلا چیه. خیلی وقتا مردم نمیدونن. خانم عبدالرزاقی، من سال هاست که این افتخار دارم که شما رو میشناسم و میدونستم چقدر کتاب خونین، ولی بگم که به نظر من به عنوان یک مخاطب بسیار بسیار ما بخش اول گفتگومون گرم و دلنشین و شیرین و آموزنده برای من به عنوان یک مخاطب. اختیار من. خیلی ممنون. ممنون از شما که منو لایق دونستین تو این برنامه دعوت کردین. یه استراحت کوتاه بکنیم و بعد بریم بخش دوم. بله. خیلی متشکرم. ممنونم. سلام، فیلم خون به پا خواهد شد اولین پیشنهاد بسته امشب ماست. نفت، پول و قدرت در آمریکا، این مسیری است که در انتهایش حتی روی پرده های سینما خون به پا خواهد شد. خون به پا خواهد شد پنجمین اثر سینمایی پل توماس اندرسون که با نگاهی به رمان نفت، اثر نویسنده مشهور و برنده جایزه پولیتزر آپتون سینکلیر ساخته شده. داستان مردی به نام دانیل پلین ویو که سفری پر از انفجار و خطر را از قعر چاهای سیاه آغاز می کند و تبدیل به آقای نفت می شود. او به دنبال رسیدن به تنها خواستش، یعنی ثروت، زمین‌های خشک را خریداری می کند تا با استخراج نفت از آنها بر ثروتش بیفزاید. اما در این مسیر سقوط به چاهی عمیق‌تر، چاه تنهایی و دیوانگی انتظارش را می کشد. خون به پا خواهد شد با ضرباهنگی آرام، روایتی پر از جزئیات و البته جذاب را با کمترین استفاده از گفتگو و با به تصویر کشیدن دقیق موقعیت‌ها ارائه می‌دهد و تماشاگرش را اینگونه در لحظه لحظه فیلم با خود همراه می‌کند. فضاسازی‌هایی که در بستر داستان پرالتهاب خون به پا خواهد شد شکل می‌گیرد، هر کدام به تنهایی ما را به شناختی کامل‌تر نسبت به دنیای فیلم می‌رساند، طوری که هرچه به پایان غافلگیر کننده فیلم نزدیک می‌شویم، درکی عمیق‌تر نسبت به شخصیت‌ها و داستان محشر آن پیدا می‌کنیم. قاب‌های دیدنی فیلم از رنج کارگران برای استخراج طلای سیاه و بیدار شدن هیولای درون، همراه با بازی استادانه دانیل دی‌لوئیس نابغه، فیلم سینمای خون به پا خواهد شد را به فهرست فیلم‌های اضافه می‌کند که حتماً و البته بیشتر از یک بار به تماشایشان می‌نشینیم. پیشنهاد مستند امشب مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی. نوام چامسکی زبانشناس، فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی است. از او به عنوان پدر زبانشناسی نوین یاد می شود. او یکی از معروفترین منتقدان حکومت آمریکا و به خصوص سیاست های خارجی آن است.
نوام چامسکی در مستند مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی به کارگردانی پیتر دی هاچیسون در قالب مصاحبه‌هایی که در طول 4 سال صورت گرفته درباره رابطه ثروت و قدرت در آمریکا صحبت می‌کند. او نشان می‌دهد که قانون اساسی ایالات متحده قدرت را در دستان ثروتمندان قرار داده و این قانون نوشته شده تا از دموکراسی جلوگیری کند، نه اینکه آن را ترویج دهد. نتیجه تمرکز ثروت‌ها تمرکز قدرت سیاسی شده است و در نهایت رویای آمریکایی یعنی انتظار پیشرفت برای دستیابی به یک زندگی بهتر عملاً از بین رفته است. اگر به دنبال نگاهی عمیق و واقعی به آنچه که به رویای آمریکایی معروف شده هستید، این مستند 1 ساعت و 12 دقیقه‌ای را از دست ندهید. و اما پیشنهاد موسیقی امشب، 4 فصل اثر آنتونیو ویوالدی، یکی از معروفترین آثار دوره باروک در موسیقی کلاسیک، کنسرتو ویالون 4 فصل اثر آنتونیو ویوالدی، موسیقیدان ایتالیایی است. تا بسته پیشنهادی بعدی، خدا نگهدار. من بعد از شما معذرت خواهی کنم که داشتین یه خاطره میگفتین و من پریدم وسط حرفتون. خیلی 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 عذر میخوام، ادامه خاطره رو بفهمید. آره، تا اینجا گفتم که در واقع یه دوست کتاب نخون داشتم و اون دوست کتاب خونمون وارد شد و ایشون که کتاب نخون بود گفت من 100 سال تنهایی رو بخونم خوبه؟ که منم خب خیلی در آرامش داشتم، میگفتم که نه الان بهتر این کتاب رو نخونی فلا اینا، و اون دوست کتاب خونمون اینجا کل اون مکالمه رو نشنیده بود و یهو برگشت گفت چند سالته؟ این دوستمون گفت 30 سال. گفت تو تا الان 100 سال تنهایی رو نخوندی؟ دیگه نخون با تحقیر. و من احساس میکنم که یه آدمی که داشت سعی میکرد کتاب خون بشه رو با یه نخوتی تازه پس زده. آره، پس زده شد. و اونجا به خودم اومدم که من هم همچین روحیه‌ای دارم، منتها نمیگم داشتم اینو که تو این سن هنوز این کتاب رو نخوندی پس دیگه نخون. اگه قرار بشه کسی کتاب بخونه، خودش کتاب خون هست. نه، اصلا این شکلی نیست. الان که نگاه میکنم خیلی مهمه کجا قرار میگیری، با چه کسانی آشنا میشی، چه جوری مسیر بهت داده میشه. مثلا من در 18-19 سالگیم 17-18 سالگیم کلاسای بازیگری آقای حمید سمندریان استادم خیلی تاثیرگذار بود، خیلی انتخابهای درست بهمون میداد برای مطالعه کردن. و در اونجا من با یک عزیزی دوست شدم به اسم خانم مریم داوری که خب بازیگر تئاتر بود، الان دیگه ایران نیستن، هر جا هست سلامت باشه. مریم هم خیلی به من کمک کرد، اینکه مریم بسیار کتابخون بود و خیلی رمان‌های خوب به من پیشنهاد میداد، مسیر خوبی میداد و میگفت اینو خوندی؟ به نظرم حالا که اینو خوندی حالا اینو بخون. و این خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه بتونی یه مسیر مشخصی پیدا کنی، برای در واقع هم سلیقت دستت بیاد، انقدر پراکنده خونی نکنی که ندونی اصلا چی داری میخونی، فقط بخونی، چون در واقع عشق مطالعه داری ولی نمیدونی چی کار بکنی. و خیلی آدم ها میتونن کمک بکنن. دلتون میخواست مثل داییتون نویسنده بشید، هیچ وقت بعدها ننوشتید؟ نوشتن که خب چرا؟ چرا یه جایی قایم شده اون چیزایی که من نوشتم. هنوزم گاهی شعر که نمیشه گفت بهشون، ولی یه چیزایی می نویسم برای خودم. چقدر عالی. آره. و بعد تو خونتون این فضا هست که مثلا شما یه گوشه رو مبل، نمیدونم امین یه طرف دیگه، در حال کتاب خوندن. زیاد این اتفاق زیاد میفته. چه خوب. آره، هر کسی یه گوشه ای گوشه خودمونو داریم. اون کاسکویی هم که دارین ساکته یا شلوغ میکنه اونجور؟ نه، اون یه خورده 5 دقیقه ساکت میشینه، بعد شروع میکنه ما رو صدا کردن و سوت زدن. آره، و توجه میخواد. کاسکوتون خیلی چیزه، همیشه باید امین بهش رسیدگی زیادی بکنه. دقیقاً. نویسنده های محبوبتون چه نویسنده؟ من خیلی زیاد کسی که رو من خیلی تأثیر گذاشته و خب همین باعث شده که احساس میکنم که دلم میخواسته بنویسم اگر میتونستم مارکز بشم، اگر میتونستم، یعنی انقدر تأثیر زیادی روی من داشته مارکز. و در واقع میشه گفت زمانی که من 100 سال تنهایی رو خوندم، پاییز پدر سالار رو خوندم، یا خدایا
یادم نمیاد، عشق در سالهای بابا، عشق در سالهای بابا، همه اینا باعث شد که احساس بکنم اول من باید نویسنده بشم. یعنی انقدر برام هیجان انگیز بود نویسنده که خیلی رو من تاثیر گذاشته، خیلی زیاد. وگرنه خب نویسنده های زیادی هستن مخصوصا تو این سالهای اخیر. الان مثلا من این رمان مردی به نام اوور رو خوندم که اولین تجربه اون نویسنده هم هست گویا، و خب خیلی به آدم امید میده که اگه اولین تجربه آدم بتونه که مردی به نام اوه بشه، پس دیر نیست، هیچ وقت میتونی یه وقتی شروع بکنی. فیلمش هم اگه فرصت کردی و ندیدید ببینید. هنوز ندیدم. معمولا آخه رمانی که میخونی آدم فکر میکنه فیلمش رو نباید دید، تاثیرش حتما خوبی نداشته باشه. حق با شماست. معمولا آدم وقتی کتابی رو میخونه، کتابه بیشتر از فیلم اکثر مواقع انگار به دل میشینه، ولی فیلمش هم بسیار فیلم دیدنی هست. درسته، خیلی خیلی فیلم دیدنی، هم از فیلم و هم از کتابم خوشبختانه تو ایران خیلی استقبال شده. یعنی همین بیننده داشته و همون اون خواننده داشته. شما جز معدود بازیگرانی هستید که در یک تیزر کتابی در واقع برای معرفی یک کتاب بازی کردید. چه کتابی بود و چقدر تأثیر داشت توی دیده شدن این کتاب؟ کتاب دختر شینا که در واقع زمانی که به ما پیشنهاد دادن، خب من ابتدا رمان رو خوندم، ولی بیش از اون در واقع هدف این بود که مردم کلن به کتابخوانی علاقمند بشن، و من فکر میکنم که خیلی تیزر موفقی بود، خدا رو شکر. چون من وقتی که میرفتم کتاب فروشی میگفتن مردم میان دختر شینا رو میخرن و کنارش 4-5 تا کتاب دیگه هم میخرن، و خیلی تأثیر داشت و امیدوارم که این اتفاق باز تکرار بشه. واقعا خیلی تاثیر گذاره. واقعا کتاب تو حوزه دفاع مقدس بود دختر شینا، ولی واقعا کاش این اتفاق بازم بیفته برای کتاب ها. در واقع معرفی های اینقدر جالب و بدی و کنجکاوی برانگیزی ساخته بشه. ولی کتاب صوتی تا حالا کار نکردین؟ امین کتاب صوتی داره، شما نده؟ امین، بله، امین کودک سرباز دریا رو کار کرد که من به تازگی دوباره به خاطر اینکه امین کارش کرده بود شنیدم. هر کاری فقط امین اگه انجام بده. و یه کار، یه اتفاق خوب داشت، حالا نمیخوام حالا چون امین ازش تعریف بکنم، اما کتاب صوتی من همیشه دلیل اینکه تا الان خودم کار نکردم فکر میکنم بلدش نیستم. فکر میکنم صرف این نیست که خب خیلی ها به من لطف دارم میگن صدای خوبی داری یا صدای گرمی داری، میتونی این کارو بکنی. اینکه من در واقع تأثیر لحن و کلامم رو به تماشاچی ندم و اجازه بدم خودش تصمیم بگیره، ولی در ضمن مونوتون نگم، این یه خورده به نظرم کار سختیه. خب بعضی از مونوتون گفتن هم دفاع میکنن و میگن اشکال نداره که کتاب رو اتفاقا مونوتون آره بخونه. آره، باید یه جوری بخونه که تو دخالت نکنی در نظر خواننده. ولی من احساس میکنم امین خیلی موفق این کار رو انجام داد تو کودک سرباز دریا، و اون باعث شد که احساس کنم حالا این که دارم میشنوم یه خورده به این فکر بکنم که پس میشه به این شکل نگاه کرد. خب عبدالرزاق، غیر از امین هم تا حالا کسی خوب خونده که دارم؟ بله 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 بله، بیشعوری رو شنیدم. بله. اون هم صدای نمیدونم آقای اوش، ایشون هم حرفه‌ای بودن. ولی خب از اون طرف هم فکر میکنم، بله خب شنیدم چیزهایی که خیلی بازی کردن این یک نمایشنامه رادیویی و برای من جذاب نبود. کسی که داره صدا رو میگه در واقع میاد سوار میشه روی کتابی که داره. بله بله، دیگه اجازه نمیدن که خود شنونده یه تصویر ذهنی بسازه. دقیقا، کاملا درست میگی. من قبل از که بریم سراغ معرفی کتابا، میخوام اگر جز این کتابا، چون گفتین اینا رو دم دست آوردین. نه دم دست که نه، واقعا کتابایی بود که دوست داشتم که معرفیشون بکنم. آره، ولی میخواستین. آره. نگران این که من یه وقت بگیرم نباشین. اگر کتابایی بوده که توی زندگیتون تأثیر گذاشته و با شما مونده، حالا حتی شاید سالها پیش خوندین ولی براتون در جانتون مونده، لطفاً به من و بیننده ها معرفی بفرمایید. چیزی که خیلی زیاد واقعاً میتونم بگم با من همراه شده در طول این سالها رو فکر میکنم همه خوندن، شازده کوچولوی سنت اگزوپری و خب شعر، مثلا فرض کنین شعر
خانه دوست کجاست سهراب سپهری از اون چیزایی که من هنوز که هنوزه وقتی که میخونمش احساساتی میشم، انقدر که تصویر داره، انقدر که جذابه. و رمان خیلی تاثیرگذاری که اونم مال خیلی خیلی قدیمه، مثلا دمیان روم خیلی تاثیره حسه رمان، بله اونم بس. خیلی رمان تاثیر گذاشته، خیلی زیاده چیزای مختلف. الان واقعا ذهنم ممنونم. یاری نمیکنه. اگر ممکنه کتابایی که آوردین رو معرفی بفرمایید. خواهش میکنم. این در واقع ما آواره شدیم، ملال یوسف زای، یا اینجا که حالا نوشته یوسف زی، که برنده جایزه صلح نوبل هم هستن. ایشون دیگه با شخصیتشون که قاعدتا همه آشنا هستن و فکر میکنم که خوندنی باشه واقعا. سفر من و قصه، بله، قصه هایی از دختران پناهنده پیرامون جهان که اصلا موضوع جهانه، یعنی بله. این آوارگان و پناهندگان و جنگ زدگان مسئله ایه که جهان باش مواجهه. و خب ملاله یوسف زای یا زی یکی از آدم های مهمیه که در واقع دیده شد و تونست چهره این رو به جهان بیشتر معرفی بله بکنه. دقیقا. بسیار ناشرش هم میفرمایید؟ بله حتما، مترجمشون منیر تقوی هستن و در واقع انتشارات مرغابی. خیلی متشکرم. این در واقع رمانیه که این یک به علاوه یک جوجو مویز مریم مفتاحی ترجمه کرده که من ازش، از جوجو مویز من پیش از تو پس از تو رو خوندم و این رو گریه کردی. آره من واقعا پیشنهاد میکنم اون دوتا هم جزو که چیزایی بود که نیاوردم براتون. نه خیلیتون را امیدوارم بازم مهمان ما باشین. من قول میدم که میگم من فقط اگه کتابی رو مهمان داشته باشه. بله میگم خجالت کشیدم. بله اختیار دارین. فقط نشرش رو من نمیدونم. نه میشه پیدا کرد. آره الان نشرش اینجا نشر آموت نیست؟ نشر آموته. بله این بالا این گوشه داره نشر آموته. بله. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که دوباره این از ترجمه آقای پیمان خاکسار پروژه خونین او که مدارک مرتبط با پرونده رودریک مکری، این هم رمان جذابیه. در واقع میشه گفت بیشتر ترجمه فوق‌العاده‌ایه، خیلی ترجمه خوبیه. گرام مکری برنت، امیدوارم اسمو درست گفته باشم. فکر کنم برنته. البته چون زیر نه اداره. آره. و این که خب اینم خیلی رومانیه که فکر میکنم کسی که کتاب نخونده هم میتونه به راحتی بخونه. خیلی راحت خونده میشه، خیلی راحت و مثلا وقتتون هم اونقدی نمیگیره. به این حجمش نگاه نکنین. و خیلی تاثیرگذاره، هم کتاب خیلی. هم فیلم. بله فردریک فیلمشو که حتما میبینم ولی ندیدم من فیلمشو. بکمن یا بکمن. و بله. از این نویسنده کتاب های دیگه، کتاب های بعدیش هم خوشبختانه چاپ شده، همین ناشر و ناشرهای دیگه چاپ کردن. خیلی ممنونم خانم عبدالرزاقی از صحبتاتون، از انرژیتون، از کتابایی که معرفی کردید، از خاطراتی که گفتید، از این همه شوری که داشتید و این شور منتقل میشه به ما برای بیشتر خواندن و بیشتر خواندن. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. بله. خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از ما بپذیرید و بازم لطفاً به کتاب باز تشریف بیارید. باعث افتخار، خیلی خوشحال شدم. ممنون از دعوتتون. خیلی متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله بفرمایید. بله. همه رو بردن فکر کنم. خب من باید انتخاب کنم. بله بله. خب همه فوق‌العاده‌ام ولی خب من سهراب سپهری. بله چون شعرم که اصلا خوندین دیگه. خیلی دوست دارم. بسیار هم عالی. علتش هم دیگه قبلا بفهمین. اینا رو ما ضد عفونی کردیم. خودم برش دارم. بله بله خیالتون راحت باشه که همه رو با الکل ضد عفونی کردیم. ولی حالا اگه خواستین یه بار دیگه هم خودتونم محض اطمینان این کارو انجام بدید. چشم. ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن، بیشتر با هم حرف بزنن و در حال حاضر و بعدها هم بیشتر مواظب سلامتی خودشون باشن. بله واقعا فکر میکنم دیگه بهترین آرزویی که میشه برای هر کسی داشت که بیشتر کتاب بخونه، بیشتر مراقب سلامتیش باشه، سلامتی جسم و روان که در واقع همون کتاب خوندن میتونه کمک بکنه. به امین عزیز سلام مخصوص برسونیم و ما دلمون میخواد که هم شما هم امین
باز هم مهمان ما باشید. باعث افتخار. خیلی ممنونم از دعوتتون. ممنون که منو تحمل کردید. خیلی متشکرم. ممنون. شب 24. اگر نتابی همه چیز در تعلیق شدن باز میماند. ارغوان میان آبی و سرخ مردد است. برف میان ماندن و رود و گندمزار میان سبز و طلایی. ای دلیل روشن هر چیز، ای دلیل روشن هر چیز، هر چیز بی تو در نیمه تاریکش خزیده است. تو به گندم نارس وعده نان میدهی و به خاکستر که دارد سرد می شود گل آتش می بخشی. تو بر نهال ترسیده از طوفان اولین پرنده را می نشانی تا عشق در حلقه های آن درخت هزار ساله شاخه های شکسته را از یاد ببرد و در هر چیز به نجوا حرفی نهفته داری که تنها به گوش کسی می آید که پی آوازهای عاشقانه می گردد. آن آهو که به یک بار در دشت پیدا شد مرا به جستجوی خیش به تماشای سبز خواند و پنهان شد و من در آن دشت چیزی جز زیبایی ندیدم آقای مسعود فراستی سلام. سلام ارادتمند. سه برنامه درباره مرگ مؤلف صحبت کردیم و این برنامه آخری که قراره در این باره حرف بزنیم. من فهم میکنم همونطور که قبلیه تو راضی بودیم، ما راجع به اثر مخاطب یه حدی هم مؤلف حرف زدیم. مؤلفه رو باید الان یه خونه آخر سر دوباره توضیح بدیم و منتقل و نقد، چون تو سوال تو این بود. من به نظرم میاد تئوری مؤلف که مقابل مرگ مؤلفه، مثل مرگ مؤلف که یک نکته اساسی مثبت داره، اینم یه نکته اساسی مثبت داره. اون چیه؟ با تمام مخالفت درست تو و من به اینکه آقا ما زیر جباریت مؤلف نباشیم، اما مؤلف کی حاضر میشه؟ گفتم به نظرم در برداشت، در مواجهه اول با هر اثر هنری ما اونو حذف میکنیم. من کار درستی اثر رو میگیریم، نه موضوعشو، چون موضوع نیست که اصل اثره. اثر هم از نظر من، اثر هنری فرمه. این فرم است که موضوع هم تو دل خودش حل میکنه. خب حالا مؤلف کجاست؟ چرا من و تو میگیم حافظ، مولانا؟ چرا میگیم شکسپیر؟ چرا میگیم تولستوی؟ چرا میگیم همینگوی؟ چرا میگیم خیلی از آدمایی که قبول داریم؟ اینا از کجا اومدن؟ مگه ما الان تو بحث قبل نگفتیم اثر؟ اینا ته قضیه باید دیدشن، یعنی ما از اثر به صاحبش برسیم. یه بار یه مثال زدم، گفتم تو جنگل رد پاهایی میبینی، رد پاهای شیر نشان شیره، نه نشانه مثلا فرض کنیم میمون، درست؟ خب از مجموعه آثار یه آدم، آدمی تو جهان میمونه، تو زمان میمونه، تو مخاطب در طول تاریخ میمونه. اون وقته که تو میگی که آهان، من از موسیقی بتوون خوشم میاد، اما از موسیقی مثلا فرض کن استراوینسکی دیگه نمیگی کدوم قطعه، نه، یه جایی یه چیز خوب داره استراوینسکی، ولی من به اون دنیای نزدیک نیستم. یعنی مؤلف مونده دیگه. به محض اینکه میگی که مونالیزا لئوناردو داوینچی حاضر میشه برات، حالا کارهای دیگه‌ش هم دیدی،
خب این یعنی این که مؤلف هست. مؤلف شهید نشده، به قتل نرسیده، در زمان هست و مؤلف بزرگ در زمان هی بیشتر هست از پس آثارش. یعنی ما تماشامون روه اثر از پس این تماشا به اون رد پای میرسیم، از رد پا به خود اثر میره. در تایید حرف شما کمه که ما وقتی از اثر یک مؤلفی خوشمون میاد در اکثر قریب اتفاق مواقع میریم دنبال سایر آثار اون در آدم. درصد اینطوره، نه فقط ما که اهل این داستانیم، یه مخاطب به شدت عام که مثل ما انقدر خوره قضیه نیست، اونم همینطوره. یه بیت شعر اساسی شنیده، دوباره یه بیت دیگه میشنوه، اول گفته این کیه، گفتن مثلا نظامی، دومی هم خوشش اومده، پس نظامی مسئلهش میشه آروم آروم. از پس دو بیت شعر یا دو غزل یا دو اثر میاد به اون یا آها پس سلیقه من اینه، من با مثلا فرض کن هیچکاک نزدیکترم تا فورد، تا هر کسی دیگه ای که تا کوروساوا. این پس آثاره. همه آثار رو بررسی کردیم، حالا رسیدیم به اثر، به صاحبش، که صاحبه یک جهانه، یک شیوه زیسته، یک نوع نگاه به جهانه. و از اینجا وقتی تو میای انتخاباتو بدی، میگی مسعود من نفر اول رمان برام، مثلا من برام داستیوفسکی، نفر اول موسیقی برای من باخ بوده، همین جوره بیشتر هم داره میشه، نفر اول نقاشی برای من داوینچیه. از پس دیگه همه این آثار، پس مؤلف اینجا میاد. اگر مؤلف همونطور که تو جلسه قبل هر دومون تاکید کردیم اول بیاری بدون اثر، اون دیگه واقعا اون دیگه کیش شخصیت مؤلف میشه و نمیذاره با اثر برخورد کنی. تئوری مؤلفه ها این عیبو داشتن که این کیش شخصیت رو دامن میزدن، میگفتن اثر خوب و بد نداریم، مؤلف خوب و بد داریم. یعنی از اول شما با مؤلف طرف، این غلطه. اینم رابطه بین اثر مؤلف و زمان میمونه با بحث نقد که توی صحبت تو بود. نقد کار تاریخ ساز میکنه، یعنی اثر رو در تاریخ نگه میداره. شکسپیر به این عظمت در دنیای غرب توسط یه منتقد موند، میلتون که شاعران بود، میلتون معرفیش کرد و موند. یعنی وظیفه منتقد اینه که در واقع آثار برجسته جهان رو تو هر میدیومی که خودش هست اونا رو به تاریخ، در تاریخ نگه داره و بعد این ادامه پیدا کنه. یعنی نقد، این نقده که اثر رو در تاریخ میذاره، نه خودش فقط تنهایی، از پس مخاطب عام، مخاطب خاص و از اون منتقد. یعنی کار نقد اینه، به این جدیه. و کار نقد باز حالا از زاویه مسئول فراستی که یه ذره خشنه ظاهرا، اینه که اثر بعد رو رسوا کنه. چه خوب شد که گفتین ظاهرا. اثر بعد رو رسوا کنه، اثر جعلی رو بگه این جعلیه، این جواهر نیست، این بدلیه. به این دلایل، این دلایل منه، میتونید بپذیرید، میتونید نه، بله میتونید بهش فکر کنید، بگید یکیشو قبول دارم، هشتاشو هم قبول ندارم. ولی حالا سلیقه منتقدم همین جوره، یه منتقد مثلا فرض کن تحت تاثیر کل نقدهای 50 سال اخیر میگه آقا به نظر من همشهری کین فیلم اول جهانه، من میگم همشهری کین فیلم بدی. هر دو رو گوش کنیم ببینیم استدلالا چیه، ببینیم اون حرکت دوربینی که از آندره بازن طرفدار قضیه هم تا امروزی ها که 50 سال در رأس فیلم های عمر همه بوده، نیست خوب. ثابت میکنم چرا خوب نیست. حالا اینکه تو میتونی بپذیری، میتونی همون نظر دیگران. به نظر من یکی از مهمترین آموزه هایی که اتفاقا از مسعود فراستی میشه یاد گرفت اینه که میشه جور دیگری هم دید.
پس نسبت به خود مسعود فراستی هم میشه جور دیگری دید. 100% به من هم برنامه که پیروز رفتم که فراستی نه فقط دشمن یه سری فیلم های مبتذل و فلان ایرانیه، بلکه مخالف جدی اسکورسیسیه. مگه میشه؟ بله میشه. میتونی بشنوی به یا این یه نکته رو نمیتونم کارش بکنم، اما این دیگه این سلیقه این آدمه چیه. و چقدر خوب که تو دنیا بشه یک مخالف اسکورسیزی و یک طرفدار اسکورسیزی با هم دوست باشن و بشینن و حرف بزنن. 100% باید با هم دوست باشن. یعنی حالا من بیش از این میخوام بگم، من میتونم، من پریشب تو همون برنامه که بهت گفتم، گفتم ببین من آثار 10-15 سال اخیر تو هیچ کدوم دوست ندارم، اما خودتو دوست دارم. من عباس کیارستمی عزیز خدا بیامرز رو هیچ کدوم از آثارش دوست ندارم، اما به شدت براش احترام قائلم و دوستش دارم. اونم همینطور بود با من. اون نقد رو تحمل میکرد و به من علاقه داشت. این خیلی فرهنگه که تو با یه دشمن آثارت نزدیک باشی، سلام علیک داشته باشی، دوست باشی. و تو منم از این ور، من آدم رو به دلیل شخصیت و ویژگی های شخصیتیش و تحمل نقدش دوست دارم، آزارش دوست دارم. اشکال که نداره. نه این عالیه. اصلا جهان زیباییش اینه که نظرات و آراء مختلف باشن و آدم ببینه به کدومشون نزدیک تره و به اون حوزه نظری میتونه نزدیک بشه. و لزوماً این به این معنی نیست که بقیه نظرها باید پاک بشن، اونا برای خودشون دارن. ما الان من یه دوره جلسه تو این دوران کرونا تو خونه داشتیم، چند نفری داشتیم رو با دکارت مواجه میشونیم. بعد یه خودم هم چون بعد یکی پرسید که بابا این دکارت که حرف حسابی نمیزنه که، الان با این چیزایی که تو داری میگی. گفتم مثلا اگه دکارت نبود به هیچ وجه فروید و لاکانی در کار نبودن، نیچه در کار نبود، مارکسی در کار نبود. دکارته که میگه من میاندیشم پس هستم. الان من میتونم بگم نه، من میاندیشم هستم، اما من حس میکنم، میل میورزم، آرزومندم، پس هستم تو هنر. بدون دکارت به اینجا نمیرسیدیم، بدون ارسطو مطلقا ما الان اینجا نبودیم، به اینجا نرسیده بودیم. اصلا بسیاری از در واقع حرکت های روبه جلو توی تمام حوزه، نه فقط اندیشه، نه فقط هنر، با تضارب آراز که شکل میگیره. منتها باید یه چیز دیگه هم یاد بگیریم که شمشیر ایدئولوژیک باید به شمشیر ایدئولوژیک تصادم کنه. یعنی از این تضاربه که میگه اینه، این تجربه خیلی در پرقو نیست، با قاطعیت این شمشیره به اون شمشیر ایدئولوژیک بخوره و ببین کجاشو میزن. من یادمه که سالها پیش یه گفتگوی خوندم که دوتا شمشیر ایدئولوژیک به هم داشت برخورد میکرد، ولی خیلی گفتگوی لذت بخشی بود برای من خوندنش. اون گفتگویی که شما و مانی حقیقی تو مجله 24 با هم انجام داده بود، کاملا متفاوت، کامل و سر پا. آره. هیچ گونه رو نظرشون گوتا نمیمدن. این خوبه، این منو رشد میده و احتمالا مانی را. بله، چون آدم فکر میکنه دیگه، هم به عقاید خودش دوباره فکر میکنه، هم به عقاید مخالف خودش فکر میکنه و بعد از بین اینا نظرات جدید، پنجره جدید و گام به گام میره جلو. زدست. خیلی خیلی ممنون. حرفی مونده یا؟ من یه خط فقط بگم که راجع به سوزان سانتاگ عزیز نرسیدیم بحث کنیم، اما سانتاگ مقاله‌ای داره به اسم علیه تفسیر که تو هم بهش اشاره کردی. داره تو علیه تفسیر میگه که زنده باد اساسا فرم، مرگ بر محتوا. اینو نگه داریم مفصل بعدن. مفصل. و چون فرصتی هست و علیه تفسیرم با چند ترجمه به فارسی وجود داره، میشه تا فرصتی دیگر این مطلب را هم خوند. خیلی مقاله اساسی هست در تاریخ اندیشه، در تاریخ نقد، در تاریخ هنر. نقش کلیدی بازی کرد و
خیلی خیلی دربارش همیشه صحبت شده، بهش ارجاع داده میشه، پس ارزش خوندنشو داره. اصلا فکر میکنم که نشر بیدگل هم، حالا یکی از ناشرهایی که الان ذهنم من اومد، من اون ترجمه رو دوست ندارم سروش، میگم چند تا ترجمه آره. ازش وجود داره، نشر بیدگل که ناشر خوبیه، بسیار ناشر خوبه، اون ترجمه رو دوست ندارم. به هر حال ترجمه های مختلفی هست، ترجمه رو میتونین انتخاب کنید، ببینین کدوم بیشتر به دل شما میشینه. و یه نکته اضافه، اینکه وقتی داریم سانتاگ میخونیم یا هر کس دیگه که صاحب اندیشه و نظره، بازم موضع انتقادی داشته باشه. عالی. خیلی خیلی ممنونم، خیلی صحبت‌های خوبی بود، انشاءالله در فصل بعد هم خدمت شما باشیم. خیلی ممنون و خیلی متشکر از شما که برنامه ما رو دیدید. خدا نگهدار شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار بود ترجمه همه قرآن در دنیای عینی باشیم، راه که می رویم مصحف از ما پیدا باشد، نشد، ما مترجم نشدیم. بعد گفتیم یک آیه، عهد کردیم تجسم یک آیه در دنیا باشیم، راه که می رویم آیه‌ای پیدا باشد، نشد، ما مترجم آیه‌ای هم نشدیم. وقت کمی مانده، می شود در این وقت کم یک کلمه پاک باشیم؟ راه که می رویم کلمه از ما پیدا باشد، کلمه‌ای که ریشه هایش ثابت است و شاخه هایش.